وزارت اطلاعات و فرهنگ، از نگهبانی آثار تاریخی تا اتهام بی‌پروایی در مورد آثار تاریخی. چرا وزیر دفاع اطلاعات و فرهنگ از اون منکر است که آثار مربوط به افغانستان نمیشه، دلیلی که اسناد قانونی موجود است، غیر قابل انکار موجود است که او اسناد از موزه کابل کشیده شده و تا به سرحد لندن اونجا فعلا دولت ضبط است. سنت شکنی تاریخ سیاسی آمریکا در کابینه اوباما. جان و کامرون کری، دو برادر، دو وزیر کابینه اوباما. سلام، وقت شما بخیر. با فراخبر با من یماس شوش خوش آمدید. وزیر اطلاعات و فرهنگ به بی‌پروایی در مورد آثار تاریخی افغانستان متهم شده است. رئیس کمیسیون سم شکایات مجلس سنا دیروز گفت پلیس لندن اخیراً 59 قلم آثار تاریخی که در آن وزیر اطلاعات و فرهنگ دست داشته کشف کرد، اما وزیر اطلاعات و فرهنگ به امضای خودش گفته این آثار مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ نیست. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ با رد این گفته ها خواستار ارائه سند شده است، در حالی که آقای رهین به کمیسیون شکایات مجلس سنا فراخوانده شده بود اما وی به این جلسه حضور نیافت. برخی از نهادهای خبرنگاری در این جلسه وزیر اطلاعات و فرهنگ را به نقض قانون رسانه ها متهم کرده و خواستار پیگرد قانونی وی شدند. چرا وزیر دفاع اطلاعات و فرهنگ از اون منکر است که آثار مربوط به افغانستان نمیشه، دلیلی که اسناد قانونی موجود است، غیر قابل انکار موجود است که او اسناد از موزه کابل کشیده شده و تا به سرحد لندن که اونجا فعلا دولت ضبط است. از ماجرای آثار تاریخی افغانستان در لندن تا بی‌پروایی وزارت فرهنگ به این آثار، فهیم دشتی رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان و عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی در این بحث با ما هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای مسعودی، چرا وزارت اطلاعات و فرهنگ و شخص وزیر سر باز زده از این که بپذیره که این آثار مربوط افغانستان است؟ خدمت شما عرض بکنم، اگر سوال از 59 قلم آثار باشه، یک سابقه چندین ساله داره. در سال 1383 وزارت اطلاعات و فرهنگ یک نامه، یک مکتوب رسمی را از سفارت انگلستان به دست آورد که گویا پلیس سکاتلند یارد یک تعداد آثاری که با واسطه یک افغان قاچاق شده بود را دستگیر کرده. این موضوع در کمیته باستان شناسی به بحث گرفته شد، فیصله به این شد که از پلیس لندن تقاضای ارسال عکس‌ها از این شود تا این که به حساب از او شناسایی شود. خوشبختانه بعد از مدتی عکس‌های زیر ما به دست آوردیم. عکس‌ها متاسفانه سیاه و سفید بود، درست عکس گرفته نشده بود، شناساییش برای ما بسیار مشکل بود. با آن هم از شواهد ما کمیته باستانشناسی یا کمیسیون ارزیابی نظر داد که آثار متعلق به افغانستان است، در موزیم ملی افغانستان به هیچ وجه راجستر نشده بود و این به شکل غیر قانونی قاچاق شده، این در نتیجه حفریات غیر مجاز یا غیر قانونی انتقال داده شده. وزارت اطلاعات فرهنگ، خصوصا کمیته باستانشناسی و کمیسیون ارزیابی که به می منظور تعیین شد، موضوع را تعقیب کرد. در یک جلسه دو واریانت یا دو پیشنهاد تقدیم کردند. اولش این بود که یک هیئت مسلکی به لندن بره تا اینکه آثار از نزدیک ببینند، در صورتی که متعلق به افغانستان باشه باید ادعای مالکیت شود، تقاضای برگرداندن آثار به افغانستان شود. به یاد دارم که یک نماینده لو سرانوالی که از این موضوع نظارت بکنه معرفی شد رسما. معین فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ آقای یوسف زی و از موزیم این جانب و معاون باستانشناسی زاکر به حیث نماینده معرفی شدن. رسما مکتوب داده شد که سفارت انگلستان در کابل به اینا ویزه بدن. بعد از مدت زیاد موفق به کسب ویزه نشد هیئت. موضوع را بازم وزارت اطلاعات فرهنگ به وزارت محترم خارجه رسما و کتبا خبر داد که از طریق سفارت افغانستان در لندن این موضوع پیگیری شود. این موضوع پیگیری شد، ضرورت به این بود که آثار چطور شناسایی شود که آیا متعلق به افغانستان هست یا نیست. در اینجا دو سوال مطرح میشه، یکی که آثار آیا در موزیم ملی راجستر بود یا نه، این یک سوال قضیه است. دومی که این سوال متعلق به افغانستان است یا نه. پس چگونه انگلستان، اگر این آثار متعلق به افغانستان نبوده، چگونه انگلستان خواسته از افغانستان حالا مثلا از این موضوع میایم؟ این آثار در موزیم ملی راجستر نبوده، با وجودی که موزیم ملی 70% آثار خود از دست داده، اسنادش حریق شده، یک قسمتش
اما ما متعقین بودیم که آثار راجستر نبوده. ما اسنادی داریم، کتابهایی داریم، کتابهایی که باسته باستانشناسان داخلی و خارجی، خصوصا باستانشناسان فرانسوی نوشته شده، در کتابخانه موزه ملی، در کتابخانه دفع، در سایر کتابخانه وجود داره. ما میتونیم حتی با سادگی تشخیص بکنیم که آثار راجستر شده یا نه. این آثاری که قاچاق شده بود 59 قلم، این آثار در نتیجه حفریات غیر قانونی به شکل غیر مجاز انتقال داده شده، تحت پیگرد قانونی پلیس لندن وجود داشت که به نام پلیس اسکاتلندیارد یاد میشه. در این تماس های پیگیر تثبیت شد که این آثار، واریانت دومش پیشنهاد کمیته باستانشناسی بود که در موزه ملی راجستر نشده، آثار متعلق به افغانستان است، مربوط دوره اکثریتش مربوط دوره برونز است که به صفات شمال افغانستان برمیگردد. بله. خب سوال اساسی که مطرح شده دیروز در جلسه کمیسیون شکایات مجلس سنا این است که وزیر اطلاعات و فرهنگ امضا نکرده، نپذیرفته که این آثار مربوط افغانستان به وزارت فرهنگ است. فهمی نشوه، اینمی موضوعی که راجستر نیست، اینمی موضوع است که در موزه ملی راجستر نیست، اما از ادای مالکیت هستی به هیچ وجه اسناد پیش ما وجود داره که ما ادای مالکیت کردیم. این موضوعات بعدا ما از اعضای بریتیش موزیم رسما تقاضا کردیم که سفر هیئت افغانی زمینه مساعد نشد، یا تقاضای دوم مایی بود که آثار تحت الحفظ به افغانستان میاد، اینجا شناسه شد که کار هم نشد. ما روابط بسیار حسنه نه تنها با بریتیش موزیم بلکه با سایر موزیم برمیگردیم. باید مثلا آقای دشتی، شما شنیدین آنچه را آقای مسعودی میگن و حرفایی که دیروز از سوی شما و رئیس کمیسیون سم شکایات مجلس سنا مطرح شد، واقعا وزیر اطلاعات و فرهنگ چه کرده با این آثار؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم. سلام شما. من فکر میکنم که حال تلاش صورت میگیره تا اصل یک قضیه یا یک قضیه مهمتر با چسبیدن به یک مسئله فرعی پوشانیده شد. در مورد آثاری که بیشتر اشاره شد، نظر ما همی بوده یا خواست ما همی بوده که وقت موزیم کابل یا هیئت مسلکی نظر داده که ما به دلیل از اینکه اسناد ما عریق شده نمیتونیم از روی عکس شناسایی بکنیم که آیا همیت آثار مربوط ما موزیم افغانستان بوده یا نبوده، معمول شایدی می بود یا مطلوب شایدی می بود که وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان اینمی پاسخ موزیم ملی یا هیئت مسلکی را به پلیس لندن می فرستاد، از پلیس لندن می خواست که شما این آثار را در توقیفتان نگهداری بکنید. ما به هر ترتیب ممکن تلاش می کنیم تا شناسایی بکنیم که این آثار از موزه ملی افغانستان است یا نیست، ولی در اسنادی که وجود داره بدون اشاره به نظر هیئت مسلکی و بدون اشاره به این که آثار تاریخی افغانستان در دوران جنگ ها ناپدید شده، غارت شده و اسنادش از بین رفته، یک قسمتش نوشته شده که آثار در موزه افغانستان ثبت نیست و هیچ درخواست دیگه در پایین ازی وجود نداره که خب اگر آثار ثبت نیست، بالاخره یک آدم وقتی آثار تاریخی افغانستان را بیرون میکنه ثبت است در موزیم افغانستان یا نیست، این جرم است و کسی که این انتقال داده مجرم است و کسی که مجرم است باید توقیف شود و از او بازخواست شود. من نمیدانم به نتیجه برسه، حال من نمیفهم، شاید رئیس موزیم بدانند که همین جان بازخواه آن کجاست، همین کسی که می آثار را برده و در اون نامه نوشته است که 59 قلم آثار را جان باسان برده، همین آدم حالا کجاست؟ ولی مسئله اساسی این است یا خواست اساسی ما وقتی مراجعه کردیم به کمیسیون سم شکایات مجلس سنا و وقتی ما خواهیم مراجعه بکنیم به نهادهای دیگه مسئول، این است که وزیر اطلاعات و فرهنگ در 4 سال متواتر از زمان انفاذ قانون رسانه‌های جدید همگانی تا امروز به تکرار قانون را نقض کرده، بخشهایی از قانون را تطبیق نکرده، به جای بخشهایی از قانون چیزهایی از خود ساخته و او را تطبیق کرده و خبرنگارها و رسانه ها را با مشکلات مواجه ساخته. کمیسیون رسانه های همگانی پیش بینی شده در ماده 42 و 43 قانون رسانه های همگانی قطعا از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ ایجاد نشده و به جایش یک کمیسیون غیر قانونی حفظ شده و این کمیسیون غیر قانونی همیشه بر رسانه ها، از جمله مثلا بر رسانه شما 7-8 تا دوسیه دارین همیاله به ساران ولی افغانستان و اکثریت از این از طریق
یک اینمی کمیسیون غیرقانونی فرستاده شدند. دیگر رسانه های ما از طریق اینمی کمیسیون غیرقانونی با لویس آرنوالی فرستاده شدند. دوسیه دارند در حالی که قطعا این برخورد یک برخورد غیرقانونی است. تقاضای ما این است که وزیر اطلاعات و فرهنگ و کسانی که در این کمیسیون غیرقانونی حضور دارند و فعالیت غیرقانونی داشتند، چهار سال به تکرار فعالیت غیرقانونی داشتند، از اینا پرسیده شود که شما بر اساس کدام قانون، بر اساس کدام معیار وجود داشتین اول، حضور داشتین اول، بعد فعالیت کردین و این فعالیتتان هم یک تعداد رسانه ها را با مشکل مواجه ساختن. خواست قانونی ما تطبیق قانون رسانه های مگانی از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ است که تا هنوز بخشای عمدیش نشده و چرا نشده ما میخواهیم که ایره مراجع عدلی و قضایی ما از وزیر اطلاعات فرهنگ بپرسن. آله در جلسه دیروز موضوع از این پیشتر رفت. آقای زابلی حتی گفتن که آقای رحیم در سفر به بریتانیا چندین قلم آثار تاریخی افغانستان را به کشور انتقال دادن. ببینین وقتی شما بحث میکنین روی اظهارات افراد مختلف، هر کسی مسئولیت گفتار خود را دارد. ما باز برتان تکرار میکنم که خواست اساسی و اصلی ما تطبیق قانون است. مسئله قاچاق امی 59 قلم آثار در جلسه ای که ما دیروز در کمیسیون سم شکایات سنا داشتیم، این مسئله اوجه بالا شد. ما نظر خود را در اموجه هم گفتیم و بیان کردیم و نظر ما باز تکرار میکنم امی است که وقتی نمی آثار برده شد، چرا دقیقا پیگیری نشد، چرا وزارت اطلاعات فرهنگ نظر کمیسیون را در نظر نگرفته، نوشت که آثار در موزیم ملی افغانستان ثبت نیست و چرا مثلا خواستار توقیف جان بازخوان نشد و چرا مثلا اگر مثلا یک هیئت که از موزیم باید توظیف میشد میرفت، میدید که نشد وزیر اطلاعات فرهنگ افغانستان که مقرر سفر میکنه به کشورهای خارجی، چرا خودش مثلا این مسئله را پیگیری نکرد؟ و یک مسئله جدا باز تکرار میکنم که خواست اصلی، خواست اساسی ما تطبیق قانون در وزارت اطلاعات فرهنگ است و آنچه نشده امروز خواست ما ایست که پرسیده شود از لحاظ عدلی و قضایی که یک آدم چرا در چهار سال متواتر تانسته نقض قانون بکنه و قانون را به تکرار بشکنه. آقای مسعودی، شما شنیدین دو تا مسئله است. یکی این که بدون اشاره و نظر هیئت مسلکی گفته شده که این آثار مربوط حالا ثبت نیست در موزیم، و دوم این که این فردی که قاچاق کرده بود کجا است در حال حاضر؟ خدمت شما باید عرض بکنم من در ساحه مسئولیت وظیفوی مسلکی خود سر مسائل صحبت میکنم، راجع به تطبیق رسانه ها و قانون مسائل من نمیخوام اصلا تماس بگیرم. من متوجه 59 قلم اثر هستم و این نامه که وزیر اطلاعات فرهنگ که راجستر نیست در موزیم ملی، نظر اعضای مسلکی را تایید کرده. من فعلا نام میگم که آثار 59 قلم در موزیم راجستر نبود. آثار در نتیجه حفریات غیرقانونی به شکل غیرقانونی به واسطه قاچاق بر لندن انتقال داده شده، روی تصادف پلیس را دستگیر کرده، مقامات افغانی را در جریان قرار داد. تا اون اندازه که پیشتر اشاره کردم موضوع تعقیب شد، از مجاری دیپلماتیک تعقیب شد. ما تقاضا کردیم از اعضای مسلکی بریتیش موزیم که این آثار تشریح بکنن. تشریح ما نظر دادیم که متعلق به افغانستان است، نظر ما انعکاس یافته روان شده و ادعای مالکیتش هم کردیم، مربوط صفحات شمال افغانستان که از کوه هندوکش به بالا و مربوط دوره برونز. این کار ما کردیم، در نتیجه امی تقاضای ما بر سر از این زمینه مساعد شد که اعضای بریتیش موزیم کار بکنن، این اسناد کتالوگ آثار در مجموع کتالوگ بسازن. چهار جد کتالوگ از این ما داریم. مغالطه نشوه که ما از انگلستان بیش از 3000 اثر برگرداندیم که در نتیجه به شکل غیر قانون انتقال داده شده. در بین از این یک تعداد آثاری است که آقای زابلی دیروز مطرح کردن که حتی در سفر به بریتانیا آقای رحیم انتقال میدادن. من به هیچ اطلاعی ندارم. موضوعی است که آقای زابلی امرای رهینی را به اثبات برسانند. من سر موضوع 59 قلم میایم، سایه فعالیت کاری خود میایم. من به صراحت گفتم میتانم که در 2009 ما بیش از 2000 اثر به همکاری مستقیم پلیس اتروه ایرپورت، باردر پلیس یعنی پلیس سرحدی و همچنان همکاری مستقیم بریتیش موزیم ما به دست آوردیم. سال گذشته در 2012 843 قلم آثار که شامل 59 قلم آثاری که به او جانباز خان متهم است، در جنب از او 59 قلم آثار آورده شده.
حتی اونا ما را رسما در جریان قرار داد. ما تقاضا کردیم که پرواز مستقیم آریانا در اونجا وجود نداره، شما طیارات نظامی میره، ایمیلای متعدد در اینجا رد و بدل شده. ما تقاضا کردیم که را شما در طیارات نظامی به میدان هوایی کابل انتقال بدین. رسما ما هیئت رفته و سفارت انگلستان در جریان بوده. وقتی که ما رفتیم یاسار انتقال دادیم، بسته ها ما چندین محموله بود، مصاحبه در اونجا شده، عکس گرفته شده، فیلمش جانب انگلستان داره. ایره ما تا وقتی که به موزیم انتقال آمد، من هیئت تعیین کردم که ایره با کوریتورای معین خود بله. تسلیم بکنن. حالا کجا است این فردی که قاچاق کرده بود در حال حاضر؟ ای آثار فعلا پیش ما هست در جنب نه عش... این قاچاق بر کجا؟ اینال سوال قاچاق بر میاد. سوال قاچاق بر وقتی پلیس انگلستان دستگیر بکنه، اونا تحت قوانین نافذه خود، اونا قانون خود تطبیق میکنن. بله بسیار بی جا خواهد بود که اینجا... ما بگوییم که این آدم بی آیا بیپروایی نشده واقعا کسی که آثار تاریخی افغانستان را قاچاق میکرده و همچنان بانه و این میتونه یک سرنخ جدی باشه برای اینکه پیدا شده که کیهاج قاچاق میکنه؟ برای من به حد جدی هستی مسائل یک اثر، ده اثر، 70% آثار موزیم، آثاری که به شکل غیر قانونی حفریات میشه، این سرمایه بزرگ ملت افغانستان است، سرمایه بشریت است، گناه کبیر است، باید مجازات شدیداً مجازات شود. حتی امیالی ما میگیم که ارگانه امنیتی ما همی شخص در هر جا... چرا جدی گرفته نشده؟ این فرد تا مسئله جدی گرفت... من سر شخص تماس ندارم. ولی این میتونه سرنخ باشه برای اینکه کیها قاچاق میکنن؟ ما آثار وقتی که در جریان قرار گرفتیم، تماسه ممتد گرفته شده، آثار انتقال داده شده، برای ما آورده شده. ما در شخصا به حیث مسئول موزیم ملی ما ایرم لازم نمیدانم که در وظایف پلیس لندن مداخله شود. اگر ارگانای زیربط و ارگانای از مجاری دیپلماتیکی حمایت میشه، قانون اجازه میده، من طرفدار عزیزم که شدیداً این شخص مجازات و تحت پیگرد قانونی. شما قبول کنین تنها یک قاچاقبر نیست، حتی صدها قاچاقبر در افغانستان امیال هم فعالیت میکنه. جلا و ازی گرفتن ازی وظیفه ارگانه امنیتی و ملت افغانستان است. ما نمیتونیم ایره رد بکنیم. ما باید در اینجا فکر میکنیم کی کوتاهی میکنه؟ کوتاهی چیزی که مربوط من میشه و مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ است. ارگانه امنیتی فعالیت دارن. ما براتون گفتم میتونم تا چند سال اخیر ما 15-16 هزار اثر جدیدن به دست آوردیم. قسمت زیادش ارگانه امنیتی در میال در افغانستان دستگیر میکنه، برای ما اثر تسلیم میکنه. پیگرد قانونی وظیفه ارگانه امنیتی است. این که چیز مجازات میده، رها میکنه. چقدر مجازات میده تحت قوانین نافذه وظیفه ارگانه امنیتی است. صلاحیت من نیست، مسئولیت من است. هدف ما به دست آوردن آثار است، چی که در موزیم راجستر بوده غارت شده، چیزی که در نتیجه غیر افریات غیر قانونی انتقال میشه. ما مکلف به برگردان ازی، ما هم به زور نی در قوانین نافذه یونسکو، کنوانسیون های یونسکو، ارتباط نزدیکی که افغانستان و ما وزارت اطلاعات فرهنگی دارد، زیربط موزیم ملی با پلیس انترپول داره، با شورای بین المللی موزیم ها وجود داره، ما از مجاری دیپلماتیکی را تعقیب میکنیم، به هدف خودم میرسانیم. ما یک عرض دارم خدمت شما. کوتاه اگر بفرمایید. بسیار کوتاه میگم. موزیم ملی افغانستان با وجودی که یک مخروبه بود، امروز به پای ایستاد شده، جایگاه اولی خود داره، میره حفظ میکنه. ما سفری بسیار طولانی داریم. 70% آثار خود ما در هر جا رد پا بکنیم، با حمایت یونسکو، پلیس انترپول و همچنان شورای بین المللی ایره باید اجازه بدین. یک اشاره مختصر دارم. ما اگر پای موزیم در میان میکشیم، همه اعتباری که داره ایره در سطح بین المللی از دست میده. این اخبار همگی میشنوند، بی باور میشن که موزیم ملی افغانستان قادر به این نیست که آثار خود حفظ بکنه. ما به صراحت گفتم میتونم از 2002 به این طرف یک پارچه کوچک ناز صدمه دیده، نغارت شده، اما اعتبار حقوقی موزیم در سطح ملی و بین المللی لطمه وارد میکنه. شاید امی علاقه رابط حسنه که ما داریم میره مورد سوال قرار بده که امی برگردن آثار دشوار بسازه. ای که کس برای کس اتهام داره، او موضوعات علایده است. ما به حیث مسئول موزیم ملی از جایگاه موزیم ملی راجع به اسنادی که ما داریم به خدمت مطبوعات هست، ما از سپاسگزار شخصیت حقوقی موزیم ملی دفاع میکنه. آقای دشتی، شما شنیدین که مردم را بی باور میکنه آنچه مطرح شده در باب آثار تاریخی و نظر مسلکی هم تایید کرده. ما امیدوار هستیم که موزیم ملی افغانستان در این زمینه بی باور نشه. هیچ شکایتی از موزیم ملی افغانستان، از کارکردهای موزیم ملی افغانستان
در اسنادی که ارائه شده، در صحبت‌هایی که صورت گرفته وجود نداشته، آلی هم وجود نداره. آنچه را ما به عنوان شکایت داشتیم، عدم پیگیری قضیه، چنانچه موزیم ملی افغانستان یا هیئت مسلکی تقاضا کرده بود است. هیئت تقاضا میکنه که ما ای آثار را نمیتونیم بشناسیم، تفکیک بکنیم، عکس‌ها درست نیست، ما را بفرستین یا آثار را پیش ما بیارین. هیچ کدام از این موارد پیگیری نمیشه. هیئت تذکر میده که اسناد موزیم ملی افغانستان یک تعدادش عریق شده، معنایش ایست که ممکن است این آثار آثار موزیم بوده باشه یا نبوده باشه. در زمانش هم میگم، حالا اگر بعدا موزیم ملی یافته که آثار مربوط نبوده، در موزیم راج سر نبوده، یک مسئله جداست. ولی در زمانش هیئت نظر شمیست که اسناد ما یک تعداد زیاد شریک شده، ما نمیتونیم در حال موجود ایره شناسایی بکنیم که بوده یا نبوده. شکایت ما ای بوده که وزارت اطلاعات و فرهنگ چرا اینی نظر موزیم را در نظر نگرفته، چرا اینی طور گفته نشده که بله اینی آثار ممکن است از افغانستان باشه، ما خواستار توقیف از اینی آدم هستیم و خواستار از ایستیم که آثار حفظ شود و ما به این آثار را دوباره بر بگرداریم. در نامه ای که فرستاده شده در زمانش به این مسائل اشاره نشده، شکایت همیست. ولی باز تکرار میکنیم که حالا وزیر اطلاعات فرهنگ با توجه به این که ای آثار در سال گذشته برگشتانده شده، یعنی از 2003 تا 2012 ای آثار سرگردان بوده، و باز تکرار میکنیم که سرنوشت از آدمی که قاچاق کرده یا قاچاق بر، سرنوشت از او معلوم نیست، و ای سند که فرستاده شده از افغانستان از وزارت اطلاعات فرهنگ ممکن بوده که در عدم پیگرد قانونی از آدم تاثیر داشته باشه، چرا این سند نوشته شده که آثار مربوط به موزیم افغانستان نیست. ولی وزیر اطلاعات فرهنگ حالا با تمسک به این نقطه میخواد اون قانون شکنی های 4 سال گذشته خود بپوشانه. ما به هیچ صورت و به هیچ ترتیب و به هیچ قیمت حاضر نیستیم که از تطبیق قانون رسانه ها بگذریم. من میدانم که وظیفه رئیس موزیم نیست و جواب ازشان نمیخوایم. طرف ما وزیر اطلاعات فرهنگ است. ما تمام تلاش خود برای ازی که اول قانون رسانه های مگانی تطبیق شود و دوم ناقضین از قانون هر کسی که از در هر سطحی که از مورد پیگرد قانونی قرار بگیره، ما تلاش ما را دوام میدیم. سپاسگزارم. فهیم دشتی رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان و عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی. و برای اولین بار در تاریخ سیاسی آمریکا دو برادر در رأس دو وزارتخانه مهم این کشور قرار گرفتند. جان و کامرون کری اولین برادرانی هستند که هر دو در یک دولت به وزارت رسیدند. کامرون کری به زودی در کنار جان کری در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور به فعالیت خواهد پرداخت. طبق اعلام مقامات آمریکایی، کامرون کری که در حال حاضر مشاور اول امور حقوقی وزارت بازرگانی است، به طور موقت سرپرستی این وزارتخانه را به دست خواهد گرفت و جانشین ربکا بلانک سرپرست پیشین وزارت بازرگانی آمریکا خواهد شد. کامرون کری تا زمانی که کنگره آمریکا شخص معرفی شده سوی باراک اوباما را تایید نکند، به مأموریت خود به عنوان سرپرست وزارت دارایی ادامه خواهد داد. این نخستین بار در تاریخ سیاسی آمریکاست که دو برادر در یک دولت به کار مشغول می باشند. جان اف کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا در زمان ریاست جمهوریش، رابرت کندی برادر خود را به عنوان دادستان کل آمریکا تعیین کرده بود. و ممنون از شما که تا حالا با فراخبر بودید. خدا نگهدارتان.